اعتراضات دیماه بحث فروپاشی جمهوری فاسد اسلامی را کلید زد. از آن هنگام تا امروز از هر سو هشدار داده می شود که اگر حکومت دست به اصلاحات جدی نزند، این فروپاشی قطعی است. آیا فروپاشی نظام مساوی است با فروپاشی ایران؟ بیانیه ی نهضت آزادی که گفته فروپاشی ایران نزدیک است، به محض انتشار به یکی از پربیننده ترین ها در رسانه های فارسی زبان تبدیل شد. بیانیه نسبت به بحران‌های داخلی و توطئه‌های خارجی هشدار داده و نویسندگان آن از برآمدن طوفان‌های ترسناک بیمناکند. آنها از برنامه‌های گوناگون و پیچیده‌ای چه در داخل کشور، حتی درون نهادهای فاسد حکومتی و در منطقه سخن گفته‌اند. آنها از قدرت حاکم خواستند که توسعه سیاسی را در سرلوحه کار خود قرار دهد و دست به اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بزند تا از گسترش بحران‌های فراگیر امنیتی و خشونت سازمان یافته در کشور پیشگیری کند. شبیه به این مضمون در نامه‌ها و بیانیه‌های مختلف چهره‌های شناخته شده صحنه سیاسی ایران تکرار شده است. از نامه‌های متعدد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین به رهبر گرفته تا بیانیه‌ها و اظهار نظرهای اصلاح طلبان، از جمله کسانی که هشدار داده ابوالفضل قدیانی که او معتقد است که رهبر ملعون جمهوری اسلامی نه از فساد، رانتخاری و غارت اموال ملت می‌تواند دست بردارد و نه از نظارت استصوابی، چرا که این پایان کار خود او را رقم می‌زند. رهبری و نهادهای تحت نظارت او چقدر این پایان را جدی گرفتند؟ سپاه دزد پاسداران جمهوری فاسد اسلامی در بیانیه‌ای که به مناسبت سالروز همه‌پرسی فروردین 58 منتشر کرد گفت کارنامه جمهوری غارتگر اسلامی به شدت در معرض تهدید است. همزمان اما با درخشان توصیف کردن این کارنامه اطمینان داد که آماده پاسخ درخور به هر گونه ماجراجویی است. سپاه دزد پاسداران ناکارآمدی نظام در حل مسائل اقتصادی و معیشتی را به الغاء دشمنان حواله داد. خامنه‌ای وقیح نیز در سخنان نوروزی خود جای شبهه برای منتقدان درون و بیرون حکومت چپ و ولگر نگذاشت که فعلا قصد یک قدم عقب نشینی را ندارد. او گفت که در جمهوری اسلامی همه چیز بر وفق مراد است. آزادی هست، پیشرفت و توسعه هم همینطور. رهبر وقیح نظام مدعی شد که فاصله فقیر و غنی نسبت به قبل از انقلاب کمتر شده. فساد و فحشا هست، اما آنقدرها جدی نیست. خامنه‌ای وقیح در همین سخنرانی برای منتقدان به سیاست خارجی جمهوری فاسد اسلامی تردیدی باقی نگذاشت که حکومت غارتگر ایران در سیاست بحرانزای خود در منطقه هیچ تغییری نخواهد داد. آیا پیامد ادامه این وضع فروپاشی است؟ برخی استدلال می‌کنند که جمهوری غارتگر اسلامی هنوز ظرفیت‌های کافی برای حفظ خود را داراست. برخی میگویند ندارد. گروهی از آینده بیمناکند و نسبت به سوریه‌ای شدن ایران هشدار میدهند. گروهی دیگر این نگاه را چیزی جز تسلیم به یک حکومت تبهکار و مستبد نمیدانند و معتقدند که نباید با این لولو مردم را از مبارزه برای عبور از جمهوری فاسد اسلامی ترسان. در مقابل طرفداران فاسد نظام غارتگر جمهوری پلید اسلامی میگویند که نظام سیاسی ایران را هیچ خطر جدی تهدید نمیکند و رهبران جمهوری اسلامی از حمایت مردمی برخوردارند. کدام یک از این استدلال ها به واقعیت نزدیک است؟ علی‌رغم رشد اقتصادی که دلیل اصلی آن افزایش صادرات نفت بعد از توافق اتمی است، بسیاری از کارشناسان سال 1401 را بدترین یا شاید یکی از بدترین سالهای جمهوری اسلامی می دانند. اگر تا اوایل سال گذشته هنوز امیدی به بهبود وضع اقتصادی در ایران وجود داشت، اما با گذشت زمانی کوتاه این امید جای خود را به بیم و نگرانی از آینده داد. ناتوانی دولت در پاسخگویی به میلیون ها بیکار، کارخانه ها و بانک های ورشکسته شعار سال تولید کالای ایرانی را به جوک نزدیکتر کرده است تا چشم‌اندازی برای موفقیت آن. بی‌اعتمادی نسبت به آینده جمهوری غارتگر اسلامی و نارضایتی عمیق در میان لایه‌های وسیعی از مردم از همه چیز نشان دارد جز آن که حکومت محبوبیت بالایی داشته باشد. عبور از جمهوری اسلامی یا سوریه‌ای شدن ایران. جمهوری فاسد اسلامی ممکن است در ادامه این روند فرو بپاشد. ممکن است نیروهای مخالف موفق شوند آنطور که میگویند از آن عبور کنند، اما این مسیری بسیار دشوار است، به ویژه در شرایطی که هنوز هیچ حزب یا گروهی آن اعتبار را ندارد که مخالفان را زیر یک چتر گرد آورد.
این سوال نیز مطرح است که مجموعه نیروهای نابودگر جمهوری غارتگر اسلامی تا کجا نسبت به آن وفادار میمانند. تجربه نشان داده است که در بحران‌های حاد بخشی از این نیروها در نابودی مخالفان خشن‌تر میشوند و بخشی از آنها منفعل و هراسناک از آینده. دیندار احمق کیست؟ وقتی روستایی بهداشت و حمام و مدرسه ندارد و تو به آنجا بروی و مسجد بسازی، تو یک دیندار احمقی. وقتی مردمی گرسنه و بیکار باشند و به نان شب محتاج و تو آنها را شب و روز نصیحت به تقوا و پرهیزگاری و قناعت کنی، تو یک دیندار احمقی. به خصوص اگر آخوند هم باشی، علاوه بر حماقت یک دزد هم هستی. وقتی عده‌ای از دختران و زنان جامعه ما به سبب فقر اقتصادی یا فرهنگی تن فروشی می کنند و تو اصلاً رگ غیرتت نمی جنبد، اما اگر روسری آنان در خیابان کمی از سرشان عقب برود، رگ گردنت کلفت می شود و عربده می کشی؟ تو یک دیندار احمقی. و نیز اگر کسی باشی که به عمد زن را فقیر کنی تا محتاج نان شب شود و از ناچاری تن بفروشد و تو از تایلند تا گرجستان و تا فرانکفورت را با تن دختران این خاک آباد کنی و آنان را همچون برده بفروشی، کثیف‌ترین جاندار تاریخی و حتی اسید هم برای حل کردن وجود لجنت، حیف است. اگر مدارس ما در سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و هرمزگان بعد از گذشت 43 سال از عمر این انقلاب منحوس هنوز سرویس بهداشتی ندارد، وسیله سرمایش و گرمایش ندارد و حتی معلم ندارد، اما تو فقط به فکر فرستادن یک روحانی برای تبلیغ دین به آنجا هستی، تو یک دیندار احمقی. وقتی سن فحشا در دختران جامعه به 13 سال رسیده و تو نگران نیستی و کاری نمی‌کنی، اما ناراحت می‌شوی از اینکه دختران و زنان برای نگاه کردن مسابقه فوتبال به استادیوم بروند و به بهانه ایجاد گناه مستقیم و غیر مستقیم از شادی کردن و جیغ زدن دختران ممانعت می‌کنی، تو یک دیندار کثیف و احمقی. اگر به این همه حجم از دزدی، اختلاس و رشوه و فساد اقتصادی در میان مسئولین ریز و درشت در این کشور اعتراضی نمی‌کنی، اما تحمل آب‌بازی بچه‌های نوجوان و جوان را در پارک‌های شهر نداری و از اینکه همان ناموس مردم را در بغل مأمور کثیف حکومت جانی میبینی و ککت هم نمیگزد و یا از برگزاری کنسرت موسیقی در شهرها غصه میخوری، واقعا غصه بخور، چون تو یک دیندار احمقی. اگر به کارگرانی که 6 ماه بی حقوق مانده و دانشجویان و معلمان و هر کس دیگری که مشکل صنفی دارند اجازه یک فریاد یا اعتراض ساده را به بهانه تشویش اذهان عمومی یا تضعیف امنیت ملی نمیدهی، اما به اعتراضات سیاسی و اجتماعی مردم آن سوی دنیا حق میدهی و حمایت میکنی، تو یک دیندار احمقی. وقتی از ورشکسته شدن صنایع داخلی به خاطر تورم و گرانی دلار و قوانین دست و پاگیر گمرکی در ورود مواد اولیه صنایع بیخبری، از طرف دیگر میلیارد میلیارد ورود کالاهای قاچاق و اتومبیل‌های لوکس در روز روشن از مرزهای مجاز و گمرکات کشور تو را تحریک نمی‌کند، تو یک دیندار احمقی. اگر کودکان سرزمینمان در فقر و فلاکت غوطه‌ور هستند و در سرما و گرما زیر کپرها و سیاه چادرها زندگی می‌کنند و به طور مداوم سر در سطل‌های زباله دارند و تو صندوق صدقات را زنده نگه می‌داری و یا به طلاکاری قبور امامان کمک می‌کنی، تو یک دیندار احمقی.